مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن در آلمان همراه ما میشه تا گفتگوی داشته باشیم. در همین رابطه های مهدوی آزاد میبینیم که حمله در اربیل صورت میگیره، آمریکا پاسخ میده، کشتی اسرائیلی به این شکل منفجر میشه و در بین یمن و عربستان هم به هر حال مسائل نظامی و پهپاد و رهگیری پهپادها از سوی عربستان وارد یک تنش جدید شده منطقه، یک فاز جدید. مختصات این تنش جدید چه است؟ بله، به طور قطع ما شاهد مرحله جدید تنش هستیم، اونتا وارد یک دنیای جدید نشدیم. ما داریم یک شرایط گذار، دوران گذار رو سپری میکنیم از سیاست دولت آقای ترامپ به سیاست بایدنی، جایی که قرار نیست دولت آمریکا نمیخواد با ایران بجنگه، اما اصلا قرار هم نیست به ایران برعکس اون چیزی که شاید روحانیون ایران فکر میکردن امتیازات خاصی بده. ببین، صحنه تنش از طرف ایران کاملا روشنه. تحرکات نظامی ایران، واکنش‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس و عمان بیشتر شده. اوجش ماجرای حمله به کشتی اسرائیلی در عمان هست. فعالیت اسپانسرهای ایران در عراق، حملاتشون به منطقه الخضرا، منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا به وضوح بیشتر شده که به واکنش آمریکا رسید. در سوریه واکنش ایران بیشتر شده. در سایر نقاط هم ما می‌بینیم، در ماجرای مثلا یمن هم حملات حوثی‌ها به ریاض به نحو قابل ملاحظه بیشتر شده. این ظاهرا در ایران دو تا رویکرد وجود داره. بخششون ادامه همون سیاست علی خامنه‌ای است که تصور می‌کنن با مشت آهنین میتونن امتیازاتی بگیرن، با این هدف دارن این کار رو میکنن. بخششون هم یه نگاه فرصت طلبانه دارن، یعنی در زمان آقای ترامپ جرئت نمیکردن به اسرائیل واکنش نشون بدن، فکر میکردن اسرائیل حمله تمام عیار خواهد کرد. الان که خیالشون یه ذره راحت شده که آمریکا از جنگ بین ایران و اسرائیل استقبال نمیکنه، کم کم شروع کردن به واکنش نشون دادن. اما این پاسخ صریحی که بایدن داد به حمله‌ای که در اربیل صورت گرفت، دیدیم که مواضع نیروهای حامی جمهوری اسلامی رو در دیروزور هدف قرار داد، چقدر قابل پیش بینی بود؟ به نظر من قابل پیش بینی بود، خیلی هم میگفتم. ببینید، در ایران آقای خامنه‌ای از 3 دهه پیش این سیاست، این ذهنیت، در واقع ذهنیت اوست که فکر میکنه که حقش رو میتونه با درشتگویی، با زور گفتن بگیره. مقاطعی هم واقعیت پیش اومده، هم به دلیل اشتباهات غربی ها، هم به دلیل معادلات جهانی واقعا ایران تونسته این کار رو بکنه. مثلا موقعی که انگلستان نفکش گریس 1 ایران رو توقیف کرد، خب ایران رفت نفکش انگلیسی رو گرفت، با همین وسیله به انگلیسی ها در واقع اونا رو وادار کرد عقب نشینی کنن. ببینید، در ماجرای کره دیگه نتونست این کار رو بکنه. یا مثلا بعد از حمله آمریکا به عراق و اشغال عراق در دولت آقای بوش، یه مقطعی بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق خیلی زیاد شد. آمریکا یا خیلی تلفات دادن، تلفاتشون در چند ماه بیشتر از تلفات کل ارتش آمریکا در لحظه اشغال آمریکا شد، و اونجا آمریکا مجبور شد با ایران مذاکراتی بکنه که اون زمان حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی بود، امتیازاتی به ایران داد. یا در مورد زندانیان سیاسی میبینید، ایران میره دو تا هویت‌های بیگناه رو میگیره، الکی براشون پرونده میسازه و باج میگیره و غربی‌ها بعضی وقتا باج میدن. منتها چرا قابل پیش بینی بود برای واکنش دولت آقای ترامپ به آقای بایدن؟ میخواد که بایدن یک در واقع سیاست ورز نسل قدیمی است که این بازی رو میشناسه. به نظرم از همین الان داره خطش روشن میکنه. پیامش هم خیلی روشن بود، گفت به ایران میگم مواظب باشید، تا یه حدی میتونید جلو بیاید، بیشتر نمیتونید. سخنگوی کاخ سفید هم گفت ما از صلح مراقبت میکنیم، اما به معنی این نیست که در مقابل هر چیزی سکوت خواهیم کرد. بنابراین سیاست آمریکا منطقا پاسخ دادن به این چیزها خواهد بود. این رو روحانیون ایران هم باید کم کم متوجه بشن، نه به بهایی که یک جنگ تمام عیار بیانجام. خب همین نکته‌ای که اشاره کردید مسئله مهمی هست. آقای مهدوی آزاد، توان نظامی کشورها هم یک چیز مشخصی سالا تا اونجایی که در آمارها و گزارش‌ها از تا کجا میشه ادامه داد به این مسائل، یعنی تا کجا میشه حمله کرد؟ دیدیم که کیهان گفته که محور مقاومت کشتی اسرائیلی رو منهدم کرد یا انفجار درش صورت داد. ببینید، تجربیات سالهای اخیر نشون میده ایران برای عملیات انجام دادن علیه اسرائیل قدرت اجرایی نداره. اخیرا تو یک دهه اخیر اینطوری بوده، یعنی بعد از زدن دانشمندان اتمی ایران هم ایران در یک مقطعی سعی کرد در 4 کشور سفرهای اسرائیل رو ترور بکنه، تمام عملیاتش هر 4 تاش شکست خورد. همین عملیات اخیری که گفته میشه وابسته به ایران بودن بازی شکست خورده. بنابراین در مقابل اسرائیل سقفش همین کاری که در عمان شما دیدید میتونه بکنه، یا فوقش یه عملیات مثلا در آمریکای لاتین بمب بگذاره در یک منبع اسرائیل. مقابل اون نمیتونه، منتها منافع اعراب و آمریکا رو میتونه تهدید بکنه، اما این تهدید هم تا اون حدی نیست که آمریکا مجبور بشه سرش رو بندازه پایین و تسلیم بشه مقابل خواسته های ایران. سپاسگزارم از شما. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما بودید.